دوباره برگشتیم عزیزان بیننده. دکتر صاحب ما عزیز با ما هستن و در ارتباط به جوف البته مراد نمودن حفظ صحی جوف دهن و دندان معلومات دادن و همچنان شما هم باید متوجه باشین چون ماه مبارک رمضان هست، تنها قسمت از بدن که روزانه درگیر است و شاید هم در ماه مبارک رمضان کم آسیب پذیرتر باشه البته دریچه امراض یعنی جوف دهن و دندان هست که شما باید متوجهش باشین و دکتر صاحب هم با ما هستن و خواستیم امروز در این مورد صحبت های داشته باشیم. دکتر صاحب ما عزیز همیشه در ارتباط به نحو شوی درست برس کردن دندان ها صحبت بکنین، این که چقدر مدت زمان باید برس شوه و همچنان در طول روز چند بار اگر ماه مبارک رمضان باشه پس ما شب باید چه قسمی را برنامه ریزی بکنیم و همچنان از کدام برس و از کدام کریم دندان باید استفاده کنیم. بسیار سوال خوبه. بعضی هستن پسرم یادآوری کردم که از که برس دندان نرم باید استفاده کنن، برس دندان سخت به هیچ وجه. بعضی هستن که گفتن که دندان مرچ برس میکنم اما خون ریزی میکنه، برس سخت است، روز سه بار چهار بار حتی برس میکنم اما نخیر. یه واسه که کارشان آسان شه و دندان سالم داشته باشن دندان خود از دست میتن، بریشان لوز میشه یا بریشان بالا میشه و خون ریزی شدید میکنن. باید از برس دندان نرم استفاده کنه، برس کریم دندان پروتکت یا از او که بالا مکس استفاده کرد. مطوش های بالا است که باید قبل از که برس زده شده باید اول مطوش استفاده کنن، باید از او برس زده شده. روز دو مرتبه باید حداقل برس زده شده، روز دو بار. یک بار صبح که از خواب بیدار میشن برس زده شده و پیش از اینکه غذای شب نوشیجان کنن باید برس زده شده، دیگه هیچ چیز باید نخورن، نوشیجان نکنن. بسیار عالی. خب دکتر صاحب معزز، اگر خب ماه مبارک رمضان باشه و در طول روز دوبار نتونن باز میتونن به شب چه قسم برنامه ریزی بکنن؟ خب وقتی که سحری کردن میتونن که برس بزنن دندان های خود و مطواش استفاده کنن، مسواک استفاده کنن، مسواک روزه رو نمش کنن. میتونن که مسواک در طول روز استفاده کنن، روز دو بار میتونن که استفاده کنن مسواک. بله. خب بر علاوه شیوه برس درست برس کردن دندان ها یک نحوه دیگه هم هست، اسکیلینگ و هم پاکسازی جوف دهن و دندان میشه، در ارتباط معلومات بتین که چقدر روی حفظ صحه جوف دهن و دندان تاثیر داره؟ بسیار سوال خوبی است. اسکیلینگ خودش دندانایی که میان پیش دکتر صاحب میگن دندان های ما زرد گشته یا کریس گشته دندانشان، دکتر صاحب میگن دندان های ما را بشوی و نمیفهمند که یا هم نواقص خود داره هم خوبی های خود داره. نواقص از این است که بعضی دکتر صاحب کل مکمل دندان های مینای دندان است، سیایی دندان هم میگیرن کلش مکمل اسکلنگ میکنن، بعد از او هیچ کدام مواد استفاده نمیکنن. باید امو قسمت هایی که کمک کمک زرد گشته اونا رو باید اسکلینگ کنن، بعد از او پالشینگ کنن، کدام تاثیرات خود باز نمی کنن. بله، یعنی خیلی میتونه که تاثیر بخش باشه روی سفیدی جوف دهن. بله. و دندان. سلامت باشین دکتر صاحب معزز از اینکه تشریف آوردین. خب باز هم قسمی که یادآوری کردم ماه مبارک رمضان هست، میشه که توصیه تا نداشته باشین بر بیننده های عزیز به خاطر پاک نگهداری جوف دهن و دندان شد. درست است. هر شش ماه بعد باید پیش دکتر معالج خود مراجعه کنن. بوی بد دهن گم میشه، کل مشکلات حل میشه هر شش ماه بعد. چی سوشوی دندان باشه، چی کریس دندان باشه، مکمل از بین میره کلش، باید پیش دکتر معالج خود مراجعه کنن تا از این بوی بد دهن، تا از این سیاگشتگی و بعضی چیزهای دیگه هست باید گم شود تا ظرف شش ماه. بله، سلامت باشین دکتر صاحب معزز از اینکه تشریف آوردین، جهان سپاس. زنده باشین. بیننده های عزیزی بود داشته های برنامه امروز ما که در قسمت اول برنامه دکتر صاحب با ما بودن و در ارتباط به معضله که خیلی مشوم هست و همچنان خانمانسوز نیست هست که شاید بیشتر از نیم افغانستان با این مسئله ما درگیر باشیم و همچنان خیلی از خانواده های ما هم متاثر شده و جوان های خیلی عزیز ما را ما شاید شاهدی باشیم که از دست بتیم. در ارتباط به اعتیاد به مواد مخدر خیلی صحبت های عالی و دقیق داشتن و همچنان پیشنهادات و نظریات خیلی نیک هم داشتن که شما میتونین با همراهی و همدلی خودتان با افراد اشخاصی که معتاد هستند ما از دیده معتاد به اونا ننگریم، باید به دیده مریض به اونا رفتار بکنیم تا اینکه بتونن صحتیاب شوند و همچنان یک فرد خوب و عالی در جامعه باشند. و همچنان در این قسمت برنامه دکتر صاحب معزز دکتر صاحب سید ایمال رحیمی با ما بودند که در ارتباط به مراد نمودن حفظ صحه جوف دهن و دندان با ما صحبت های داشتند.
پیام ما هم به شما عزیزایی است که شما میتونید که البته جوف دهن و دندانتون را اگر خوب و پاک و سالم نگهداری بکنید، چون بارها صحبت شده که جوف دهن و دندان دریچه امراض است، اگر دریچه امراض پاک نگهداری شد و انشالله که بدن ما هم نیز پاک میباشد و با هیچ نوع مشکل نخواد مواجه شدیم. تشکر از اینکه برنامه ما را دنبال کردین و همچنان تشکر از حوصله مندیتان. انشالله که روزه را به خوبی و خوشی به تمام برسانید و همچنان افطار خوش هم داشته باشین. تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدار شما عزیزان.